بشم هشم نعسه و نسلیخ تراسی بالان و مشه مراشاق هیلت یعقوب. روزی بسیار شاد و مقدس و خوب رو در پیش رو داریم، روز پوریم که مقام و منزلتی داره بالاتر از روز کیپور. ما میگیم کیپوریم، یعنی که پوریم، یعنی کیپور مثل پوریمه. حالا ببینید که پوریم دارای چه عظمت و زخوت و بزرگی است. تا اونجایی که میفهمان کلاپوشت یاد نوتین رو هر کسی دست دراز میکنه و هر کسی خواهش میکنه به درگاه هشم بهش خواستش رو میدن. وقتی با تشووا و شادی همراه باشه قطعا این دعا و راز و نیاز مقبول درگاه هشم میشه. در حالی که کیپور به نظر هاروق قدوش مروزین روز کیپور وقتی کفاره میکنه که انسان تشووا همراه این تعنیتش باشه، ولی در روز پوریم خداوند همه ما رو میبخشه با توبه و تشووایی که میکنیم و با شادی بزرگی که در این روز بر خودمون قرار میدیم و خوشحال و شاد هستیم به معجزه و لطف هشم این عظمت روز و بزرگی این روز رو به ما نشون میده. روز پوریم روزی است که باید دست هامون بیشتر از همیشه به درگاه خدا بلند باشه و دست از دعا و راز و نیاز و تلمود تورا و تشووا و این چهار میسوایی که در این روز معین شده که همون خوندن مگیلا و گوش دادن اون در شب و روز، یک بار شب و یک بار روز، و همینطور دادن هدایا، دو هدیه به دو فقیر، به هر کدومشون یک هدیه، و یکی از دوستانمون بهشون ما هدیه‌ای بدیم، دو تا هدیه خوراکی، و همینطور سعودای روز پوریم که چهارمین میسوای این روزه. ولی ما نکاتی را در روز پوریم میبینیم که در هیچ جشن دیگر نمیبینیم. ما خخامین فرمودن که در گمارای تنید داف کافتت میشه نیخنس ادار مربین بسی میخواد. از وقتی که ماه ادار رو شروع میکنن ما زیاد میکنیم شادی رو. چرا؟ در ارتباط با ماه نیسان که بزرگترین معجزه ما که خروج از مصر بوده اتفاق میفته، نمیگن از وقتی که ماه نیسان شروع میشه یا وقتی که ماه تیچری شروع میشه یا وقتی که ماه کیسلب شروع میشه که 8 روز ما جشن میگیریم، نمیگن از وقتی که این ماه شروع میشه ما باید شادی رو اضافه کنیم. ولی در ارتباط با پوریم و ماه ادار این مسئله نوشته شده و مکتوب هست که از وقتی که ماه ادار شروع میشه مربین بسیم خواهد. تمام روزهای این ماه ارزش و مقام و منزلت خودش رو داره و شاد و خوشحال هستیم به این روزهای بسیار خوشیمن و بسیار با ارزش. این سوال رو از خدمت هاراف شتینمن میپرسن که چرا این روز پوریم این همه ارزش و اهمیت داره و این همه در حضور خداوند مقام و منزلت داره که تفیله ها بسیار قبول میشه، تشووه ها قبول میشه، چه بسیار افرادی که مشکل ازدواج داشتن، مشکل بچه دار شدن داشتن، یا اینکه بیمار بودن یا هر مشکل دیگه ای داشتن، در این روز عزیز به درگاه خدا التماس و خواهش کنن همراه با تشووه و این مقبولیت خاص خودش رو داره. حالا شتین من در تایید این قضیه میفرماید که شما درست میگید، این روز بسیار ویژه و خاصی است که استثنایی است و بی‌نظیره. دلیل ویژگی خاص این روز و اهمیت این روز که خداوند دعاها و نیایش ها و خواسته های ما رو بیشتر از همیشه اجابت میکنه و مورد توجه قرار میده این هست که محبت و دوستی و صمیمیت و عشق بین مردم وجود داره. مردم میسوای تقدیم هدایا رو به فقرا دارن، به دو فقیر و هر فقیری یک هدیه میدن و دل این فقرا رو به دست میارن، اونها رو شاد میکنن و صدقه و خسد انجام میدن. نکته دوم این که مردم برای دیگران و دوستانشون لااقل یک دوست دو هدیه خوراکی میبرن که این باعث ازدیاد دوستی، صلح و صفا و محبت و صمیمیت و وحدت و یگانگی مردم میشه و این مسئله در عرش اعلی بسیار تأثیر گذار هست. نخد روح گدولا و اسوما لدونای
باعث آرامش روح و رضایت پروردگار عالم میشه. و وقتی خداوند میبینه عشق و محبت و دوستی و صمیمیت و احترام و صفا و صلح بین بندگانش وجود داره، این باعث میشه که خداوند هم معجزاتش رو، عجایبش رو، لطفش رو، احسانش رو بر سر بندگانی که این چنین با هم دوست و رفیق هستن نازل کنه و خداوند رو بر سر لطف و محبت میاره. سبا میکل میفرماید که اصل روز پوریم به این هست که ما عشق و محبت رو بین خودمون و دوستانمون زیاد بکنیم و بالاخص با اونهایی که ما مشکل داریم، در مخلوقت هستیم، تنش‌هایی بین ما وجود داره، کدورت‌هایی وجود داره، بین ما شکرآب هست که اون بدگو و سختی رو برای انسان پدید میاره. چه کنیم؟ این روز رو غنیمت بشماریم، فرصت رو از دست ندیم و برای اونهایی که باهاشون مشکل داریم هدایایی بفرستیم و طرح آشتی رو بین خودمون با اونها به وجود بیاریم و بدونیم که اصل پرستادن این هدایا در ارتباط با کسانی است که ما با اونها خدایی نکرده کدورت داریم یا اختلاف باهاشون داریم. حتی اگر فکر میکنیم که حق با ماست و اونها مقصرن، ولی این رو فراموش نکنیم. راست میگید، حق با ماست، ولی شاید 98% حق با ماست و 2% حق با ما نیست. رو این هم قدری فکر کنیم و با این هدایایی که در این روز میتونیم بفرستیم، میتونیم دعوا و اختلاف رو از جامعه به دور کنیم و این باعث میشه که لطف و عنایت الهی بیشتر از پیش شامل حال ما بشه، بالاخص در این روزهایی که ما بیشتر از همیشه به لطف و عنایت و کرم و التفات خداوندی نیازمند هستیم و این میتونه دربهای فیض الهی رو بر ما باز کنه. ببینیم با کی مشکل داریم، بریم این مشکل رو از بین ببریم و این دروازه های سلامتی و موفقیت و شادی روزافزون رو بر ما باز خواهد کرد. و این گرم نخد به خل هاولاموت هایلیونی باعث آرامش در تمام عالم های بالایی میشه، نجات رو و فرج رو به دنیا خواهد آورد. از اینکه این ایام و این روزها بسیار شاد و خوشحال هستیم و جای هیچ نگرانی و غمی نیست، سوالی را آرامش یزدی در مقاله خودشون میپرسن که در گمارای تنی داف کافتت مینویسه که کشم شمیشه نیخنس آب ممعتین بسیمخا کاخ میشه نیخنس ادار مربین بسیمخا. یعنی از زمانی که ماه آب شروع میشه شادی ها رو کم میکنن، همینطور از وقتی که ماه ادار شروع میشه شادی ها رو زیاد میکنن. سوال اینجاست که چه مقایسه است بین ماه ادار به ماه آب؟ کافی بود که بگه از وقتی ماه ادار شروع میشه شادی ها رو زیاد میکنن، چرا اومده قسمت اول رو هم اضافه کرده؟ در جواب خخامنشی زال فرمودن که همونطوری که اگر کسی در ماه آو بشینه به شادی کردن و خوردن یعین و گوشت و خوشحالی کردن، این سوال بلنگیزه و بهش اعتراض میکنیم، میگیم چطور تو حاضری در این روزهایی که ما با خرابی به تمیق داشت مصادف بودیم تو داری شادی میکنی و گوشت و یعین میخوری و خوشحالی؟ و همینطور در ماه ادار اگر کسی ناراحت باشه و خوشحال نباشه، ما میتونیم و باید که بهش اعتراض کنیم، بگیم چرا تو خوشحال نیستی؟ شادی این ایام میتونه ما رو از تمام رنجها نجات بده. باید شاد باشی، باید بدونی که ماه خیلی خوبی است، ماهی است که خداوند برای ما معجزه کرده و باز هم ما منتظر معجزات لحظه به لحظه و روز افزون او هستیم. حالا به خورشور سوالی رو میپرسن، میدونید که اگر در نوارخ ما علنیسیم رو فراموش کردیم بخونیم نمیخواد برگردیم. وقتی رسیدیم به هارخمان، در هارخمان میگیم هارخمان او یعسلان و سیم نیفلاوت که ما شاسا لبوتن و بیامیم هایم بزه منزه بیمه مرد خیویستر و ادامه میدیم و بعدم هارخمان و بقیهش ادامه میدیم و میخونیم. میفهمد مگر نه اینکه این معنیش به این صورت هست که خداوند انجام دهد برای ما
نیسیم به نفلاوت همونطور که انجام داد برای پدران ما در این زمان. چطور ما از خدا میخواییم برای ما معجزه کنه در حالی که حاصور است و ممنوع است که ما طلب معجزه کنیم، که هر کسی که براش معجزه میکنن از حسابش و از زخوتاش کم میکنن، همونطور که در گمارای شعباد لامدبت عمود آلف نوشته و توضیح فرمودن هارا بخور شور، چون که در تمام ایام سال روزهای معجزه نیست، بنابراین اگر طلب معجزه کنه این امکان وجود داره که از زخوتش کم کنن، در حالی که ماه آدار طبیعتش به معجزه است و پوشیده است به معجزه این ماه، بنابراین معجزاتی که در این ایام انجام میگیره در ماه آدار اینها طبیعی است و عادی است. ماه ماه معجزه است، ماه ماه شادی است، ماه ماه است که این استعداد رو داره و این موقعیت درش وجود داره که برای ما معجزه شده و باز هم انشاءالله شاهد معجزات بسیار بزرگی خواهیم بود که هر گونه بیماری و خطری است از تمام جامعه بشری انشاءالله به دور باشه. بنابراین ما این ایام رو شاد و خوشحالیم و جای غم و غصه به خودمون نمیدیم و اجازه ورود به اون نمیدیم. هارا بل مرعی خزغل زخوتا گنالنو در ارتباط با اینکه خواسته های ما در این روز مقبول تر هست و نباید در این روز پوریم ما دست از دعا و التماس و خواهش و راز و نیاز برداریم، با شادی و خوشحالی که داریم اشاره میکنن به جمله‌ای که در مگیلت استر نوشته به یومر همه لخل استر عملکا مشه لاتخ و ایناتن لاخ ما بقاشاتخ ادوته است. هر موقع که یعنی پادشاه به استر میگه که چیه خواسته ای تو تا داده بشه به تو و باز درخواست تو چیه تا اون انجام بشه. هر موقع ما در مگیلت استر هم ملخ رو میخونیم اشاره به ملخ ملخ امیلاخی مقدش بارخو است. اگر بگه هم ملخ خشویروش اشاره به پادشاه خشایارساش، ولی وقتی که میگه هم ملخ اشاره به پادشاه پادشاهان عقادش بارخو داره و اینجا خداوند به ما میگه مشه لاتخ درخواست تو چیز تا بهت بدم، خواسته تو چیز، وقتی که با تمام وجود از اعماق قلب با شعف دل پاک با اینکه مردم رو با خودمون دوست کردیم، با هیچ کس مشکلی نداریم و با تشوبا همراست، مسلما تأثیر بسیاری خواهد داشت. این که میگه اوما بقاشات خود، نه اینکه یک خواهش، بلکه بازم اگر تو خواهش داری، خواهش خوبی تو رو، خواهش خوبت رو بخوا با قلب پاک و خداوند نیز در این روز عزیز تمام خواهش های خوب ما رو انشاءالله برآورده خواهد کرد. در پایان دو تا داستان بسیار کوچیک رو از حراب خیم کانیبسکی خدمت شما عرض میکنیم که ارزش دقت در رفتار رو به ما نشون میده که بسیار مواظب باشیم کسی رو از خودمون نرنجونیم. یک فردی تعریف میکنه، میگه من وقتی بچه بودم اومدم از حراب خیم کانیبسکی شلیتا قبل از تفیلای اروید یه سوالی بکنم، متاسفانه یه آقایی اومد من رو هل داد عقب که خودش سوالش رو بپرسه و ما باید بسیار مواظب باشیم که بچه ها رو بی اهمیتی نکنیم، بهشون اونها رو عقب نزنیم، غرور و شأن اونها رو نشکنیم. به هر حال اون آقا میاد جلو و سوالش رو از هاراب میپرسه و بعد از تفیلای اروید این بچه که سوالش رو نپرسیده، اون آقا بهش اجازه نداده، عقب زده اون رو، با بچه ها بعد اروید ایستاده بوده و میبینه که یکی به پشت شونش میزنه، نگاه میکنه، میگه هاراب خیم کانیبسکی هستن. هاراب بهش میگن که تو میخواستی عزیزم یه سوالی بپرسی، یه بچه یه صدیق فراموشت نکردم، عزیزم سوالت رو بپرس. و اینجا بوده که این مطلب همیشه به یاد این شخص میمونه و حتی وقتی بزرگ میشه این مطلب رو تعریف میکنه که هاراب خیم کانیبسکی احترام گذاشتن و هیچ وقت اجازه ندادن که حتی یه بچه ناراحت بشه. نکته دیگری که اینجا در مورد ایشون توضیح میدن این است که تلمیدیم نشسته بودن با هاراب خیم کانیبسکی و سعودا میخوردن و موقعی که همه سر سفره بودن با هاراب، در زمانی که موقع خوندن نوارخ میرسه هاراب خودشون از جاشون بلند میشن و برگه نوارخ رو میدن به یکی از افرادی که اونجا نشسته بوده و
سوال میکنن، میپرسن از هاراف که هاراف شما این همه اهمیت میدید که از روی برگه نوارخ بخونن؟ هاراف میگن مسلمه که نوارخ رو باید از رو خوند، با دقت خوند، ولی من توجه کردم وقتی این برگه های نوارخ رو تقسیم میکردن به یکی از این جوانان برگه نوارخ ندادن و اون ناراحت شده، یادشون رفته این برگه رو به اون بدن، فراموش کردن. من احساس کردم که این جوان ناراحت شده و ممکنه بهش برخورده باشه، بنابراین خودم بلند شدم که به او برگه نوارخ رو بدم که خاص به شالوم سر سفره من کسی نشینه که ناراحت باشه و دلخور باشه. چقدر حواسشون به اطرافشون است که هیچ کس دلخور نشه. امیدواریم که ما هم بتونیم جاپایشون بذاریم، زخوتیشون مگن بر ما باشه و مستمع خبرهای خوب، آینده بسیار روشن در پیش روی تمام جامعه جهانی باشه. سلامتی و شادی برای تمام ابنای بشر، آمین که نیراستون.